آزمایش از پرنده های فوق سبک و پهپادهای تهاجمی نیروی هوایی ارتش برای شناسایی و انهدام اهداف شبیه سازی شده در حجم گسترده به منظور ضربه نهایی به دشمن استفاده شد. عملیات رزم هوایی موسوم به داگ فایت در شرایط صحنه واقعی نبرد میان جنگنده های F-14 و میگ 29 و همچنین انهدام اهداف ثابت و متحرک زمینی دشمن فرضی با استفاده از جنگنده بمب‌افکن های سوخو 24 نیز از مراحل این رزمایش بود. همکنون ارتباط ما با امیر سرتیپ دوم علیرضا انگیزه، سخنگوی رزمایش فدایان حریم ولایت در منطقه عمومی رزمایش برقرار شده. امیر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بفرمایید که چقدر از اهداف این رزمایش محقق شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و ملت بزرگ ایران. ظهر امروز هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت که با هدف نمایش قدرت هوایی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های دفاعی بومی طراحی شده بود با موفقیت به پایان رسید. ماموریت‌های این رزمایش در صحنه واقعی نبرد و محیط‌های آلوده به جنگ الکترونیک و جنگ نوین انجام شده و کلیه تسلیحات بومی اهم از بمب‌های هوشمند و دوریستا، موشک‌های نقطه‌زن لیزری، راداری و تلویزیونی و همچنین سامانه‌های ارتباطی و جنگالی که توسط متخصصان داخلی کشور طراحی و ساخته شده بود با موفقیت استفاده گردید. نقطه قوت این رزمایش عملکرد بسیار عالی خلبانان جوان و کارکنان فنی متعهد و ولایت مدار بود که توسط اساتید 8 سال دفاع مقدس آموزش دیدند. خیلی متشکرم. خلبانان نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ایمان و خودباوری توانستند در شرایط سخت پروازی اهم از ماموریت‌های شبانه و روزانه و در شرایط جوی نامناسب کلیه اهداف رزمایش خود را محقق کنند. استفاده از تاکتیک‌های ترکیبی جهت مقابله با نقاط قوت دشمن و همچنین به کارگیری گسترده پهپادهای رزمی و شناسایی همزمان با پروازهای باسرنشین از نقاط قوت این رزمایش بود. با عنایت و لطف خداوند کلیه اهداف رزمایش بدون بروز سانه و حتی رویدادی تحقق یافت و تمامی هواپیماهای نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یگانهای اصلی خود بازگشتند. هدف کلی رزمایش ایجاد امنیت و امید برای ملت ایران و همچنین اقتدار و آمادگی جهت بازدارندگی و صلح پایدار برای کشورهای منطقه انشالله. اگر سوالی دارین بنده در خدمت هستم. سپاسگزارم از شما امیر سرتیپ دوم علیرضا انگیزه، سخنگوی رزمایش بزرگ فدایان حریم ولایت. اما گزارشی هم در همین زمینه همکارانمان در مرکز اصفهان آماده کردند که به اتفاق می‌بینیم. پس از بمباران موفق بمب‌افکن‌های راهبردی سوخو 24 در شب گذشته، امروز هشتمین رزمایش فدائیان حریم ولایت وارد مرحله جدیدی شد. در دومین روز رزمایش، جنگنده‌های بمب‌افکن F4 با استفاده از موشک مبریک و بمب قاصد و یاسین 90 اهداف فرضی را منهدم کردند. بمباران سنگین هوا به زمین به سمت اهداف فرضی دشمن در اینجا منطقه انارک نائین با موفقیت انجام شد. ما تمام بمب‌هایی که زدیم امروز و تمام موشک‌هایی که پرتاب شد برابر آنچه که پیش‌بینی شده بود در همون محل ثابت کرد. ما تا 95% به اهداف از پیش تنش دسترسی پیدا کردیم. 5% هم که ما اختلاف می‌گذاریم با تا رسیدن به مطلوبمون به خاطر این است که ما هیچگاه بسنده نمی‌کنیم با آنچه که به دست آوردیم. همیشه نگاهمون به جلو هست. امروز در این منطقه شاهد بارریزی هواپیمای C-130 و شلیک انواع موشک‌های بومی به اهداف دشمن فرضی هم بودیم. اما جنگنده‌های F-14 و میگ 29 هم با انجام عملیات رزم هوایی به درگیری هوایی و تمرین شرایط واقعی در صحنه واقعی نبرد پرداختند. همچنین بمب‌افکن‌های راهبردی سوخو 24 با حمل انواع موشک‌های بهینه شده و نقطه‌زن X 25 اهداف زمینی را با موفقیت منهدم کردند.
دسترسی به این توانمندی که شما می‌بینید افتخار ملت است، افتخار جوانان این کشور است. این بچهای خلبانی که شما می‌بینید پرواز می‌کنن، این حرکات زیبا رو انجام میدن و این مهارت‌ها رو نشون میدن، همه جوانی هستند بین مثلا 20 تا 27 8 سال. هشتمین رزمایش فدایان حریم ولایت در حالی به پایان رسید که در امن‌ترین آسمان خاورمیانه پیام صلح و دوستی رو به جهان مخابره کرد.